سوال یکی از سوال خوشگلیه که تو آزمون اومد، کوتاهه ولی خیلی هم خوب حل میشه. گفته دوره تناوب اصلی تابع ایگرگ مساوی کوسینوس 2x تقسیم بر کوسینوس 2 منهای سینوس 2 کداست؟ اولا هر دانش آموزی که از کنار کتاب مثلثات سال 12 رد شده باشه فقط دیگه می نویسه به جای کوسینوس 2 منهای سینوس 2 کوسینوس 2x، بعد این دوتا با هم میره میشه 1، تابع ثابت شد. ببین گزینه 4 رو گذاشته که بیفتی تو دامش. چرا آقای طاهری؟ چون تابع ثابت کوچکترین دوره تناوب نداره. اما یه مسئله هست آقا، این تابع که تابع ثابت معمولی نیست. یعنی چه آقای طاهری تابع ثابت معمولی نیست؟ یعنی یه سری جاها که ریشه مخرج تعریف نمیشه. مثلا تو اگر پی 4 رو به این بدی مخرجش صفر میشه، چون میشه کوسینوس پی 2. تو 3 پی 4 رو به این بدی مخرجش صفر میشه، تو 5 پی 4 رو به این بدی مخرجش صفر میشه. کلی ریشه داره که تابع تعریف نمیشه. آقای طاهری پس شکل این چجوری میشه؟ یه تابع ثابت با یه سری حفره توش همینجوری ادامه داره. این مثلا پی 4 رومه، این مثلا 3 پی 4 رومه، این 5 پی 4 رومه، این 7 پی 4 رومه، همینطوری ادامه داره. تابعای به این فرم که تابع ثابت میشن اما تو یه سری فاصله های خاص هی حفره میفته داخلشون، هی ریشه میده مخرجشون. اینا رو فاصله این حفره ها رو ما بهش میگیم دوره تناوب، که اینجا میشه پی دوم، که میشه گزینه 2. پس هر وقت این اتفاق افتاد، یعنی تو تابع ثابت داشتی ولی یه سری جاها توش تعریف نمیشد، فاصله بین اونها به عنوان دوره تناوب حساب